حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. عزیزای دلم، امروز اومدم به دیدنتون با آموزش یه مربای سیب، یه مربای سیبی که بسیار شکیل و زیباست و خیلی سریع و راحت آماده میشه. بریم با هم دیگه مواد لازم و طرز تهیه رو ببینیم. مواد لازم برای تهیه این مربای کم هزینه و خلاصه به صرفه: 3 تا دونه سیب سبز من در نظر گرفتم، تقریبا 1 کاپ پر شکر که شما 2 تا نیم لیوان میتونید استفاده کنید و یه مقدار زعفران دم کرده، یه نصف لیمو که من یه چند قطره از این لیمو رو بیشتر لازم ندارم و مقدار خلال پسته برای تزیین که این کاملا سلیقه‌ایه، شما میتونید استفاده نکنید یا میتونید خلال پسته، خلال بادام، حتی گردو میتونید به این مرباتون اضافه کنید. در ابتدا من 2 تا از سیبامو پوست گرفتم، گذاشتم اینجا آماده و یه دون دیگه اونو پوست میگیرم و اون وسطشونو با حالا این چیز در میارم با این وسیله. این مربا خیلی مربای قشنگی میشه، خیلی شیشه‌ای و قشنگ میشه. امیدوارم که تهیه کنید و ببینید چقدر مجلسیه. من توی ایران یک بار این مربا رو درست کردم و به یکی از دوستام هدیه دادم، خیلی مربا دوست داشت. یه روز بهش گفتم بیا یه مربا میخوام بهت بدم، خلاصه امتحان کن. باورتون نمیشه، هر چی فکر میکرد نمیدونست این مربای چیه. گفتم حدس بزن، خلاصه حدسش درست نبود و فکر میکرد حالا نمیدونم بلنگ فلانه، پوست هندونه است، ولی نبود واقعا. وسط تمام اینها رو در بیارید به این شکل من تمام اینها رو به همین صورت آماده میکنم و شما ببینید. عزیزم، من سیبامو به این حالت درآوردم، وسط اونا رو دیدین که درآوردم تمام اونا رو و گذاشتم توی ظرف تفلون. حتما توی تفلون بذارید، نچسب باشه که حسابی رنگ این سیباتون خراب نشه. و اون کاپ شکرم رو به اون اضافه کردم. اینو رها میکنم به حال سر قابلمه‌مو میذارم و تقریبا 10 ساعت. عزیزان من اینو الان شب دارم درست میکنم، فردا صبح این مربامو تهیه میکنم و به شما نشون خواهم داد که مراحل بعدش به چه صورته. این یک مربای فوق العاده زیبا و مجلسیه. من اینو دیگه میذارم خلاصه به حالت خودش بمونه، آب پس میده و با همون آبه من اینو میجوشونم. دوستان عزیزم، شب تا صبح این سیبای من توی این شکره موند و میبینید که حجم سیب ها خیلی کم شده و حسابی آب پس داده. من تقریبا 2-3 ساعت توی این آبه بود که یه ملاقه آب هم باز به این اضافه کردم تا بیشتر آب بندازه. الان اونو روی شعله کم میذارم، تقریبا 1 ساعت زمان میبره که این سیبامون کاملا شیشه رنگ و خلاصه زیبا بشه و جا بیفته و به اصطلاح این آب شکره قوام بیاد. بعد من مرحله های پختشو یکی یکی بهتون نشون میدم که چه زمانی به این زعفرون اضافه کنیم، خلال پسته یا اون چند قطره آب لیمون که قندک نزنه. میریم با هم دیگه اونو بذارم روی اجاق گاز و شما ببینید. دوستان همراه، من مربای سیبم رو روی گاز گذاشتم با حرارت خیلی کم و گذاشتم که به مرور گرم شه و خلاصه بخار توی اون بپیچه. در قابلمه‌مو میذارم، هر از 5-6 دقیقه یک بار میام یه سری بهش میذارم، همش میزنم، زیر و روش میکنم و اون مرحله‌ای که دیگه باید زعفرون و خلال پستم رو بهش اضافه کنم و آب لیمون رو حتما بهتون میگم. 1 ساعت زمان میبره که این مربا آماده شه. دوستان عزیزم، الان دقیقاً 20 دقیقه است که این داره با شعله خیلی کم میجوشه
من توی این مرحله اون زعفرانم رو به این اضافه میکنم که تقریبا یکی حالا یه مقدار کنم، یه 3-4 تا قاشق شد کافی. میتونید البته شما زعفرون نریزین، اما خب با زعفرون خیلی قشنگتر میشه. و اون چند قطره آب لیمو، اون نیم نصف لیموی قاچ لیمو بود که من آبشو گرفتم و به این اضافه میکنم که شکرک حالا نزن اگر خواست این مربا رو نگه دارید. شما میتونید جوهر لیمو هم یه کوچولو اضافه کنید به جای آب لیمو که اونم خیلی عالیه. اون خلال پسته رو من در مرحله آخر 5-6 دقیقه مونده که اونو خاموش کنم بهش اضافه میکنم که له نشه و نپزه. خب من بازم زمان میدم به این در ظرفم رو میذارم و اجازه میدم که بازم بیشتر جا بیفته و رنگ شیشه پیدا کنه این سیب ها. دوستان عزیزم الان دقیقا 5 دقیقه دیگه کافیه که من اونو خاموش کنم و از نظر من الان اوکی هست. من اون خلال پسته هامو که بهتون گفتم به اون اضافه میکنم و یه مقدار همش میزنم. پنج دقیقه کافیه این توی این شهده بمونه و زیرشو خاموش میکنم. یه کوچولوی میبینید که هنوز اون شیشه ای نشده. این سرد که بشه کاملا شیشه ای میشه و اون کفا رو، کفایی که روی همه مرباها ایجاد میشه، اونو بذارید هم به خود دیواره بچسبه، اونو مخلوط نکنید. سرد که بشه این کفا خودشون به این دیواره میچسبه و مخلوط با مرباتون نمیشن. این سرد که شد من دیزاین شده یه این مربا رو خدمتتون نشون خواهم داد. دوستای عزیزم اینم از مربای سیبی که با هم دیگه طرز تهیه‌اش رو دیدیم و با هم درست کردیم. عزیزای دلم من این مربا رو یکم فانتزی و مجلسی درست کردم. امیدوارم که شما از این رسیپی راضی باشین و تهیه کنید. عزیزای دلم اگر از چنل یوتیوب من دیدن میکنید و از آموزش هایی که من میدم راضی هستید، لطفا چنل یوتیوب من با بقیه دوستاتون هم به اشتراک بذارید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. و اگر کامنتی دارین، غذای خاصی مد نظرتون هست که من آموزش بدم، حتما برام کامنت کنید. با تمام وجودم در خدمتتون هستم. تا یه آموزش دیگه به دیدارتون بیام با یه رسیپی غذای دیگه، به دستان پرقدرت خداوند میسپارمتون. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.